بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خداوند آنان را عذاب نمی کند تا تو در میان آنها هستی، و همچنین خداوند آنها را عذاب نمی کند در حالی که آنها استغفار و طلب آمرزش می نمایند. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مخاطب قرار داده می فرماید: تا وقتی که تو زنده هستی و در این دنیا در میان انسان ها هستی، ما آنها را عذاب نمی کنیم، زیرا که تو رحمت للعالمین هستی. همچنین تا وقتی که آنها برای گناهانشان توبه و استغفار می نمایند، آنها را عذاب نمی کنیم. از فرموده های خداوند متعال برمی آید که در این دنیا دو چیز وسیله امنیت انسان ها از عذاب پروردگار می باشد. یکم وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این دنیا که با رفتن ایشان از دنیا تمام شد. دوم توبه و استغفار مردم است، و تا وقتی که مردمان این را ترک نکنند، امنیت آنها تضمین باقی خواهد ماند و این ضمانت را خود الله متعال داده است. امروز که مردم احساس امنیت ندارند و این بلای بزرگ یا وبایی که به نام کرونا ویروس دنیا را متزلزل ساخته است و نظام زندگانی مردم دنیا را روز تا روز برهم زده استاده است، و از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا امروز بار اول است که چنین بلای بزرگ و عذاب عمومی مردم دنیا را فرا گرفته است، معنای آن را دارد که امروز مردمان توبه و استغفار را ترک کرده اند. یعنی معصیت و گناه و فساد در روی زمین زیاد گشته و توبه و استغفار مردمان کم گشته است. علت اصلیش این است که ترس خدا از میان مردم دور شده است. حال مردم به جای رسیده است که از ترس یک ویروس خردکی که در چشم نمایان نیست، از بحر همه کار و بار و خوشی های زندگی گذشتن و خود را در خانه های خیش محبوس ساخته اند و برای نجات از این ویروس برای هر کار آماده و راضی هستند. اما از ذات با عظمت الله سبحانه و تعالی که خالق و مالک این ویروس می باشد ترس ندارند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و هر کسی از خدا بترسد، خداوند او را از همه سختی ها و بلاها و هر مشکلات در زندگی بیرون می آورد و از جای برایش روزی می دهد که در گمانش نیست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و هر کسی بر الله توکل کند، پس او برایش بس است. یعنی هر کسی از خدا بترسد و در همه امور توکلش را بر خدا بسپارد، الله سبحانه و تعالی برای او کافی است که همه امور او را سامان دهد و همه مشکلات و بلاهای او را برطرف بسازد.
پس مؤمنان می توانند با پیش کردن ترس و تقوای الهی و توبه و استغفار زیاد نمودن از گناهان آن امنیت را که الله متعال وعده کرده است دوباره برقرار کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.